چند روز پس از درخواست محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مبنی بر فراهم نمودن شرایط سگانه برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، سوپرروز سه‌شنبه احمد جنتی عضو و دبیر مادام العمر شورای نگهبان طی سخنرانی اظهار داشت که نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست. به گزارش خبرگزاری مهر جنتی که در حاشیه همایش مسئولان ستاد دهه فجر با خبرنگاران سخن می گفت، با بیان اینکه اصلاح طلبان خوابهای بی‌تعبیری دیدند تصریح کرد مردم و مسئولان به هیچ وجه آنها را قبول ندارند. اشاره آقای جنتی به اظهارات اخیر سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق کشور است که سه شرط آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکار برگزاری انتخابات آزاد و سالم را به عنوان شروع اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات اعلام کرده بود. به گفته دبیر شورای نگهبان بهتر از افرادی مانند خاتمی همان گونه که کنار کشیدند کنار بمانند و به کارهایشان پاسخ دهند. در روزهای اخیر صحبت‌های فراوانی در خصوص دستگیری و بازداشت سه رهبر جنبش سبز به میان آمده است. هفته گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی سه رهبر جنبش سبز را تهدید به بازداشت و محاکمه کرده بود. هرچند که روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا این ادعا را تکذیب کرد و به دادستان تهران نیز هشدار داد که مراقب اظهاراتش باشد، اما به نظر می‌رسد که رویکردهای اخیر حکایت از واکنش نسبت به رفتارهای رهبران مخالفان دولت داشته باشد. موضوع اعمال فشار و محدودیت برای مخالفان دولت و به ویژه رهبران آنها پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته در سال جاری شکل جدی‌تری به خود گرفته است، هرچند که دولت مستقر و مسئولان نظام به طور مکرر از پایان یافتن این به اصطلاح فتنه سخن میگویند و ادعا میکنند فتنه 88 با تدبیر به پایان رسیده است، اما به کارگیری بدترین شیوه های سرکوب و بازداشت های غیرقانونی هزاران نفر و محکومیت های سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران و به تازگی هنرمندان و همچنین اقدامات غیرقانونی و رواج بیقانونی در کشور نماینگر آن است که حاکمیت به شدت از وضعیت موجود و عمق نارضایتی در جامعه و زنده بودن جنبش سبز رعب و وحشت دارد و به هر طریق تلاش می‌کند خود را بر اوضاع مسلط نشان دهد. روز یک شنبه مهدی کروبی یکی از رهبران جنبش سبز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران ضمن واکنش به تهدیدهای رسانه‌های حامی دولت مبنی بر دستگیری رهبران اصلاح طلب اعلام کرد بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم و کاملا از محاکمه استقبال میکنم و برای همه موازم ادله محکمی دارم. آقای کروبی در نامه خود نوشته بود که 21 سال است با این قضیه ها مدام به صورت‌های مختلف درگیر بودم و آرامشی هم نداشتم و به شرط آنکه دادگاهی منصفانه و علنی برگزار شود حاضرم نسبت به همه اتهامات بر علیه خودم پاسخ دهم. از سوی دیگر برخی مسئولان نظام در صحبت‌های تکراری و با انتساب رهبران جنبش سبز به دولت‌های خارجی از جمله آمریکا و انگلستان سعی می‌کنند که با اتهام‌زنی برای خود وجهی مقبول فراهم کنند، غافل از این موضوع که عملکرد حاکمیت در یک سال و نیم اخیر خود نماینده وضعیت به وجود آمده است. پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته در کشور، سختگیری‌ها، اتهام‌زنی‌ها و دروغ‌گویی‌های مسئولان نظام همواره سبب شده که فضای جامعه رو به بی‌اعتمادی و ناامنی بیشتر سوق پیدا کند و این در حالی است که رئیس دولت مستقر در هر فرصتی اظهار می‌دارد که در ایران آزادی مطلق وجود دارد. به هر روی با وجود آنکه مسئله اعمال محدودیت و فشار و یا حتی بازداشت رهبران جنبش سبز به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی موضوعی تبلیغاتی به حساب می‌آید، اما آنچه که از این میان برمی‌آید عدم استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است که برخلاف قانون اساسی به یک دستگاه کاملا تحت نظر حاکمیت و نیروهای نظامی و امنیتی درآمده است و باید دید مسئولان قضایی چه چاره‌ای برای این تناقض‌گویی‌های آشکار می‌اندیشند. امید ابراهیمی، رسانه سبز ایران.